جمعه شب نیویورک شاهد نوع متفاوتی از اعتراض بود. حامیان پلیس با شعار قانون شکنی نکنید به خیابان‌ها آمدند. در شبکه‌های اجتماعی نیز همانند خیابان مخالفان و موافقان با ایجاد هشتگ‌هایی همانند مسئله زندگی سیاهان رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. این درست نیست. این افراد خواهان جهانی بدون قانون و بدون افسران پلیس هستند. این خواسته به معنای بازگشت به دوران غرب وحشی است. این اتفاق نخواهد افتاد. من یک دختر 2 ساله دارم و نمی‌خواهم که او احساس ترس و تهدید کند، چرا که ما دیگر افسر پلیس در شهر نداریم. این دقیقاً چیزی که آنها می‌خواهند. از سوی دیگر مخالفان اقدامات پلیس که در مقابل طرفداران پلیس تجمع کرده بودند، با اشاره به مرگ اخیر 2 آمریکایی سیاه‌پوست به دست پلیس، شعارهایی حاکی از اقدامات نجات پرستانه پلیس را سر دادند. واقعیت این است که شما وقتی هشتگی مانند مسئله زندگی سیاهان دارید و وقتی محاسبه می‌کنید، واقعا می‌توان گفت که آنها طرفدار برتری سفیدها هستند. خیلی ساده است. اداره پلیس ما را می‌کشد و حتی آنها آنقدر گستاخ هستند که از چنین شعارهایی که شما می‌دانید منظورم چیست علیه ما استفاده کنند. به نظر من این وضعیت به خوبی جهل و نجات پرستی پلیس را نشان می‌دهد. ما مخالف همه افسران پلیس نیویورک نیستیم، اما مسئله پلیس‌های بد و کارهایی همچون قتل ناموجه جوانان و مردان سیاه غیر مسلح است که باید در برابر آنها پاسخگو باشند. تا این لحظه آنها پاسخگوی اعمالشان نبودند و این مطلقاً غیر قابل قبول است. با اینکه 2 گروه معترض حامی و مخالف پلیس و موانع فلزی از هم جدا شده بودند، با این حال در چندین مورد میشد بحث‌های رو در روی مخالفان و موافقان را در خیابان مشاهده کرد.